متن زندگی هست و مهمان ما دکتر جمشید رسا استاد روانشناس و در رابطه با اعتماد به نفس ما امروز صحبت می هفته گذشته روی موضوعی که صحبت کرده بودیم تغییر بود. می که این بخش بام شما هر هفته در صفحه ما پیدا کنین همچنان در یوتیوب ما ای را همراه شما شریک می تا بتانیم که تاثیرگذاری بیشتری در بین جوان و در بین تمام مخاطبین خود داشته باشیم. و بحث هایی که هفته های گذشته داشتیم همطور سلسله و پشت سر هم روی موضوعات مرتبط به هم صحبت کردیم و امروز بالاخره نوبت به اعتماد به نفس رسیده که امروز تمام گپ ها را در رابطه به اعتماد به نفس در دری بخش با شما شریک ساختیم سلام دکتر صاحب صبح شما بخیر خوش آمدید تشکر زنده باشین به نام خداوند مهربان من خدمت شما و بیننده خوب نازنین سلام تقدیم میکنم خدا کنم اگه جور صدمن باشن سلامت باشین لطف کردین که تشریف آوردین خب یک نگاه خیلی کوتاه اگر به بحث هفته گذشته بندازیم و اگر مطلبی باقی مانده بود از هفته گذشته خیلی کوتاه بگین و بعد از اون میخوایم بیایم روی موضوع امروز و اعتماد به درست است هفته قبلی بس ما در تغییر بود تغییر رفتن از یک حالت به حالت دیگه یا از یک وضعیت به وضعیت دیگه که هدف ما وضعیت بهتر هدف ماست یعنی در مسیر تکامل باشه نه تطور نه تحول بلکه تکامل و گفتیم که برای تغییر کردن اول این شرطی است که ما باید بپذیریم یک مشکل داریم تا که نپذیریم که یک عیب نقص موجود است ما آماده تغییر نیستیم مثلا یک کسی وقتی پیش دکتر میره که اول بپذیره که یک مریضی داره بنا اول دوستا بپذیرن که مشکل داره دوم بعدش که پذیرفتن برش توبه کنن وقتی توبه کردن سر توبه خود باشن تا نه که سبب بر بر لب دل پر از شوق گناه معصیت را خنده می آید ز استغفار ما در دل در زبان توبه میگیم اما دل هنوزم شوق از کار داریم وقتی توبه میگیم دیگه سر اراده خود ستاده باشیم اما متاسفانه دوستا برای تغییر بزن بهانه میکنن ما چند تا بهانه مشهور یادآوری میکنیم. که بهانه رو دیگه توقف بدن تا روزی که ما بهانه میکنیم یعنی نمیخوایم تغییر کنیم اولین این بهانه توکل است متاسفانه زیاد دوستا میام توکل خود به خدا کردیم استفاده غلط از توکل میکنیم توکل کردن بعد از فراهم کردن اسباب معنا یعنی ما شرایط فراهم کنیم تلاش کنیم بعدش بگیم خدا ما به خدا سپردیم نه که هیچ کار نکردیم ما با کنج خانه بگیم توکل کردیم ما انجینیر میشیم تو که نمیشه ما باید برای زحمت بکشیم خداوندم گفته از شما حرکت از ما برکت نگفته که شما خاو کنید ما کارا را برتان میکنم کیرا باید دوستا متوجه باشن ما تا یک ضرب داریم که پای شطور ببند و توکل کنه که شطور بازماندی بگوییم ما توکل میکنیم که نمیره دوستا باید متوجه باشن بهانه نادرست نکنن اما شیرام به درستی گفته شده که نابردرنج رنج گنج اثر نمی مزدان گرفت جان برادر که کار کرد بنانی به بهانه را بس کنن بهانه دوم متاسفانه زیاد دوستا تقدیر بهانه میکنن ما والا چی کنیم تقدیر رفته من این بر دوستا بس تقدیر یک بس طولانی فقط یک کوتاه اشاره میکنم آرزو دارم مفهوم بتونم برسانم تقدیر خداوند متعال با آزادی بشر کدام تضاد نداره اگه تو می بود ما مسئولیت نداشتیم وقتی از ما سوال میشد که خیلی چوری گناه را کردیم شما در تقدیر ما هم تونشته کردیم بر خدا میگفتیم حتی همی اعتراضی که خیام هم گفته که می خوردن من حق زعزل میدانست گرمه نخورم علم خدا جهل بود یا مشیر دیگه که میگه در بین قهر دریا تخت بندم کرده ای باز میگویی که دامن تر نکن و شیار باش ولی دوستای عزیزم ما برشون بگیم که تقدیر به این معناست که خداوند یک علم ازلی و ابدی داره که ما مثال بر شما بگیم فرض بگیریم ما شما میریم به یک مسابقه فوتبال میبینیم در نیم اول هیچ کس گل نمیزنه در نیم دوم میبینیم احمد به محمود پاس می محمود به کریم کریم گل میزنه مثلا مسابقه ال کلاسیکو بله وقتی شب خانه می این نشرات است همه دیگه در خونه ما میگیم تا نیم اول هیچ کس گل نمیزنه و میبینیم که برای تا اول گل نمیزنه بعدش میگیم اینال احمد به محمود پاس تا محمود به کریم کریم گل میزنه و میبینه نما تو میکنن ما در اینجا هیچ کدام دخل تصرف نداشتیم ام. ولی ما علم قبلی داشتیم که موضوع را میفهمیدیم بنان تقدیر خدا به این معناست که علم داره بر کار ما نه که ما را مجبور ساخته که ما این کار کنیم اگر مجبور می بودیم دیگه از ما سوالی مطرح نمیشد بازی شیران برشان بگویم که قومی به جد و جهد گرفتن وصل دوست قومی دیگر اولا به تقدیر میکنه بعضی مردم خودشان تلاش کرد علم و زندگی جور کرد کشور خود جور کرد اما بعضی دیگه تنبلی بهانه کرده و تقدیر گفته میره و خواب استن کی بهانه دوم رها کنن بهانه سوم متاسفانه در قسمت تغییر ما اکثر ما شیطان ملامت میکنیم ما چی بحث امروز هم وقت درست است میکنیم که شیطان دشمن دیرینه ماست از سابق ما شاید قرآن کریم میگه مکر شیطان ضعیف است در اون دنیا وقتی مردم اعتراض میکنه سر شیطان که از دست تو ما به مشکل مواجه شدیم میگه شما خودتون ملامت بودین من کمی شفتل و رشقا وردم شما خودتان مثل گوسفند دویدین کسای هم بود که پشت من آمد به نان دوستا شیطان هم بحانه نکنن مکر شیطان ضعیف است چارمین بحانه که دوستا میکنن معمولا میگم ما کامل هستیم ما برای دوستا بگیم انسان کامل ما هیچ نداریم اگر خوب تلاش کنیم به نوع تکمیل ما میرسیم کامل تنها ذات حق است انسان مشکلات خود داره هر دوستی که هر از که جای سازو که جای بهتر شد من موجود است به نان برش تلاش کنن بهانی از هم که ما چاق هستیم ملاغر هستیم پیر هستیم جوان هستیم مالی وقت تیر شده انوز وقت مانده اینی بهانه را بس کنن و بر تغییر آماده شوند که ارزو دارم در دا این زمینه تلاش کنم بحث هایی که ما در هر برنامه میکنیم دقیقی یک گام تغییر برازی دوست ها فرام که یکیش اعتماد به نفس که امروز در موردش صحبت میکنیم بسیار خوب پس جا. خوب است که بگوین اعتماد به نفس چی هست و ما از کجا بفهمیم که مثلا ما اعتماد به نفس دارم بله. اعتماد به نفس یعنی اعتماد کردن به خود به توانایی خود داشتن یعنی با ات... باور داشتن با مهارت یعنی کسی که اعتماد به نفس داره یا اعتماد به نفس مثبت داره باورش به که من میدانم و میتونم من توانایی زیر دارم به خواسته خود نیاز خود اهداف خود برسم اما کسی با که اعتماد به نفسش منفی است باورش به که من نمیدانم و نمیتونم یا با وجودی که میدانم نمیتونم و من به ارزوهای نمیتونم من یاد گرفته نمیتونم من انجینیر شده نمیتونم با کنکور کامیاب شده نمیتونم تا خوب شده نمیتونم بنان زندگیش پر از نمیتونم نمیتونم و هر کس هر چقدر زیاد نمیتونه میگه یعنی که اعتماد به نفسش منفی هسته من یک سلسله کسایی که اعتماد به نفس مثبت دارن میگم که دوستا ضمن از اینکه میشنون کای دارن یا ندارن از امیر از این روز همین صفات کش کنن تمرین کنن پیش خود پیش که تا اعتماد به نفسشون خوب شه اولین صفت پیش کسایی که اعتماد به نفس دارن اطمینان هسته کسی که اعتماد به نفس مثبت داره اطمینان به خود دارن به توانایی خود اطمینان به خداوند متعال داره کنارم نارم کاری میکنن اطمینان به مردم دیگه داره که مردم دیگه خوب است اطمینان به آینده داره ولی کسی که اعتماد به نفس منفی داره به هیچ چیز اطمینان نداره نه به خود نه به خدا نه به مردم نه به آینده همه چیز به نوی منفی میبینه کسی که اعتماد به نفس داره دیدش به زندگی یک گلستان است که بعضی از گلها خار داره اما کسی که اعتماد به نفسش منفی دنیا رو یک خارستان میبینه. از هر کس منتظر آسیب است و شما تصور کنین وقتی ما فکر کنیم که هر کس بر ما آسیب میرسان هر کس فریب میکنه خب معلوم داره که ما هیچ جای پیش رفتن نمیتونیم به خاطر است کسایی که اعتماد به نفس ندارن اگر 100 سال زنده باشن به با 10 سال هم پیش نمیرن به خاطر ترسی که اینا دارن دلیل کسایی که اعتماد به نفس داره اگه به 100 سال پیش نره به 90 سال حتما پیش میره کسایی که اعتماد به نفس ندارن به خاطر ترس از که به زمین نفتن همیشه زمین گیر هستن هیچ از زمین استاده نمیشن شما فکر کنین یک کودک اگر کودک بترسه که ما افگار نشوم و نفتم خب معلوم داره وقت به پای استاده نمیشه اما کودکی جرات داره ده ها دفعه میفته ولی بالاخره به با پای استاد شدن یاد میگیره و کیلومترها را میره ولی اگه ما روز اول به خاطر از که نفتی و اوگار نشیم هیچ وقت استفاده نمیشدیم مالی مجبور سینه خیز را میرفتیم و فکر کنید سرعت ما چقدر کم می بود بنان خوب از دوستای اینمی توانایی را داشته باشه کسایی که اعتماد به داره به جنبای خوب موضوعات میبینه یعنی دید اولشان به خوبی از دل کسی که اعتماد به نداره اول منفی ها را میبینه مثلا ما در یک محفل میریم اول خوبی ها توجه ما را جلب میکنه یا بدی ها شما بعضی دیدین مثلا از یک محفل ارسی میای از اش پرسان میکنی ارسی چطور بود چیزی که منفیس میگه شایش چاق بود آروسش مچ قدش پخش بود نانشان چطور بود چنان بود فقط من ها اول میاره وقتی یک کسی میره از یک محفل تنام من ها رو میبینه معلوم دارست که اعتماد بنفتش نفسش منفی است و, کس و کسای کسا هستن که در زندگیشون رو مینمود ترست مثلا در زندگی زناشوی شور شکایت میکنه میگه یک آلم خوبی میکنم اما این فقط یک بدی رو میگیره یا شک خانم تو میگه که ده ها خوبی دارم او رو نمیبینه فقط یک بدیره میبینه بران کش کنن دوستا بالای جنبای خوب زندگی توجه داشته باشن کسایی که اعتماد به دارن در زندگی امیدوار هستن به این معنا شرایط فکر میکنن بهتر میشه دالی کسایی که اعتماد به نفسشون منفیست همیشه منتظر از هستن که شرایط شاید بدتر شه و خراب شود. کسایی که اعتماد به نفس مثبت دارن خوشبین هستن به این معنا نیم پر گلاس توجهشون جلب میکنن مم. نه که از نیم خالی بیخبر خبر باشه اون هم خبر دارن اما توجهشون بالای نیم پر از شکر میکشه که خدا نیم گلاس آب خدا اما کسی که اعتماد به نفسش منفیس نقناله میکنه چوری نیم خالی است یعنی همشه با داشتهایی هایی که دارن به اون چیزهای خوب دو فکر کردن میرند بله کسایی که اعتماد به نفس مثبت داره از عیبای خود خبر است که بازد من در موردش صحبت خواد کردم اما کسایی که متاسفانه اعتماد به نفسشان منفیس از کل جنبای زندگی خود تنها منفیاشو میبینم مثلا ده ها خوبی دارم یه شل ببینیم چوری کلان است من چون چشمم چوری خورده است هم تو هر چیز زندگی حالی که کل زندگی یک چشمو بینی نشد ده ها چیز دیگه هم است که میشد بالاش توجه کنیم که یا میتونه باشه کسایی که اعتماد بنفس دارن امنیت و آرامش دارن در زندگی خود چی معنا فکر میکنه شرایط خوب ثبات پیدا میکنه و از درون آرام هستن دالی کسی که اعتماد به نداره یا اعتماد به نفسش منفی است نارام هستن به این معنا تشویش دارن خسیس آدمای خسیس کسی است که از پیدا کردن پول رنج میکشه از نگهداریش دو چند رنج میکشه از مصرفش چهار چند رنج میکشه کسایی شما میشناسین در این مملکت ما یک پول دارن که اگر به جای نان پول بخورن کل رو بس است اما انو زمینا تشویش پول داره. حتی بعضی مردم شما دیدین فقط پولدار میمورن هر چی پول دارن سر خود مصرف نمیکنن نگاه میکنن فقط که مرد مردم میگه بسیار پول داشت به خاطر اینکه خصاصت شون آزارشان میده کسی که تو ماد بنفس نداره همیشه دنبال حسادت مقایسه رقابت و اینا میفهمین که زندگی ما را کاملا به هم میریزه و آرامشی که باید ما داشته باشیم او از ما میگیره و زندگی ما کلش تیره و خراب میشه موضوع دیگه کسی که اعتماد به نفس مثبت داره همیشه در زندگی مثلا اگر شما ایره کنار یک پنجره استاده کنین به زیبایی بیرون پنجره که میبینه توجهش جلب میکنه که چی آسمان آبی خوبی بیرون است ولی کسی که اعتماد به نفس منفی داره فقط ای خاک دور پنجره را میبینه شما فکر کنید اگر در زندگی این گرد و خاک توجه ما را جلب میکنه سبب میشه که ما به مشکلات مواجه شیم و موضوع دیگه که پیش کسایی که اعتماد به نفس مثبت دارن پشت کار و استمرار است مهم. کسی که اعتماد به نفس مثبت داره وقتی یک کار شروع کرد خودم ملزم میدانه که کار تا آخر برسانه اما متاسفانه کسایی که اعتماد به نفسشان منفی است کار به آخر نمی در نصفای را خسته میشن و ده ها کار شروع میکنن و میمانند آغازگر خوب هستند اما انجام دهنده نیستند و به هیچ ای عنوان اینا به یک جای رسیده نمیتونن مثل گنجش که از یک شاخه به دیگه پریدن که ما رو به جای نمیرسن حتما دوستان دور بر خود اشخاصی را ده ها کار شروع میکنن که ما ز المثل های برش داریم در وطن ما ولی اینا هیچ کار به آخر نمیرسن به خاطر ما موفق نمیشیم شما میفهمید شرط موفقیت است که ما کارا رو تا آخر برسونیم مثلا اگر کسی امروز دکتر است به خاطر اینکه 7 سال فاکولتی طب رفت آمده اگر سه سال شمی رفت دیگه شه نمیرفت معلوم دار بود که نمیشد یا وقتی ما خانی کاکای خود میریم باید کل راه رو را بریم اگر تا نس میریم پس دور میخوریم صدها چند از اون منزل کنیم اما اونجا رسیده نمیتاریم بنان خوب است که این تداوم پشت کارم داشته باشن که امی علایمی که من بر اعتماد به نفس مثبت گفتم دوستا از امروز سیر پیش خود تمرین کنن بخیر در برنامه بعدی ان شاء الله سر از این صحبت میکنیم که چطور اعتماد به نفس ما مثبت میشه یا منفی کدام عوامل در تربیه ما تاثیر داره و چطور میتونی میره مثبت بسازیم که باز در موردش مفصل صحبت میکنیم بسیار خوب تشکر از اینکه امروز آمدین و امیدوار هستم که بینندام بحث این هفته را حتما دنبال کنه و هفته آینده هم دکتر صاحب بر شما گفتن که روی چه موضوع صحبت میکنیم بازم اگر نظری دارین میتونین که از م... میتونین که با ما شریک بسازین گپایتون تشکر سلامت زنده باشین زنده باشین از شما و از دوستام که برنامه را تعقیب میکنن و سوالاتی هم که دارن با شما روان کنن در صحبت خواد کرد بسیار خوب خب ای بود ای بخش ما که ما در رابطه با اعتماد بنفس صحبت کردیم که اعتماد به نفس چی هست و اعتماد به نفس مثبت و منفی چی هست و ای که چطور میتونیم اعتماد به نفس مثبت در وجود خود بیشتر بسازیم ای هفته این هفته آینده در موردش صحبت خواهد کردیم ما منتظر نظریات شما هستیم میتونین که سوالاتتون رو همراه ما شریک بسازیم اگر پیشنهاداتی دارین میتونین که بر ما بفرستین و همچنین این بخش برنامه رو میتونین که در صفحه ما پیدا کنین هم در صفحه بامداد و هم در یوتیوب میتونین که ای بخش ها شما پیدا کنین و بخش های ای این بخشها و بحثهایی را که هفته های گذشته داشتیم میتونین که شما در صفحه ما دنبال کنین حالا میریم به طرف خبرهای ساعت هشت و پس از او هم در ادامه بامداد با ما همراه باشین